پیاده میشی یا پیادت کنم؟ پلنگ زخمی که حتی نمیتونه ماشین برونه حرف میزنه. باشه بابا، من خودم پیاده میشم، الان دردت میگیره. آخه تو باشه، نمیشه دعوای خانوادگی رو جلو دوستمون نکنیم؟ با گفتن خانواده اینا سعی نکن آرومم کنی، گول نمیخورم. را بیفت نفس، تو یکی هم نیشه تو ببند. حرف بزن. چی بگم؟ تو کی به نظر هشدار دادی؟ کی بهش گفتی وداد دیوونه است؟ چی شده بود؟ کی شده بود؟ همشو تعریف کن. آها، پس اونو میگی؟ آره دقیقاً همه رو میگم. نفس نه پیچونم، زود باش. خب به این طور شد که قضیه مربوط به خیلی وقت پیشه. وداد به من زنگ زد، گفت یا برمیگردی پیشم یا نظر رو به عنوان قربانی انتخاب میکنم. گفت گولش میزنم، شکنجش میکنم. تو هم از من قایمش کرده بودی؟ تو هم خیلی چیزا رو از من مخفی کردی. مثلا به من نگفته بودی ویدیوی اعترافو برداشتی و میری که با وداد قرار بذاری. اینکه ویدیو رو چطور از داداشت گرفتی اینم نگفتی. فکر نکن نفهمیدم جیلان زخم تو دید. تو چی رو ازم مخفی میکنی؟ تو داری سعی میکنی دست پیشو بگیری؟ موفق شدم. اما این بی‌انصافیه. تو از امتیاز قد بلندی استفاده میکنی. تو هم از امتیاز شیرین بودن استفاده میکنی. من چیزی بهت گفتم؟ گفتی شیرین، یادم افتاد. تو خونه دوتا شیرینی منتظرمونن. یالا نفس. اوف باشه، من و مراد گفتیم با هم حلش میکنیم. مرادم نظر رو دزدید. ببینم چی کار کرد. مشکلی پیش نیومد، آوردش پیش من. به وسیله مراد دختره رو آوردی پیش خودت. دختر، تو عروس اربابی. بابا این چه حرفیه؟ یعنی من با نظر کاملا درست حسابی حرف زدم. بهش گفتم که وداد چه جور آدمیه. هرچند به دردم نخورد، نظر حرفمو باور نکرد. من اون موقع چی کار میکردم؟ سر پا خوابیده بودم؟ چیزه، اون موقع تو خیلی مشکل داشتی. من گفتم که حالا میری با وداد درگیر میشی، بهتر خودمون حلش کنیم. نفس، نفس با تو هم. گول نخوردم، برگرد. اگه یه بار دیگه اون وداد بی شرفت زنگ زد، الو، ای با تو هم. نفس، من پدر مرادم در میارم.